این چوبایی که توی گلدونا میذارن و گیاه بهش میچسبونن چیه؟ بعضی وقتام هم دیدم پلاستیکی یا خزه‌ایه. بعد فقط یه سری از گلدونا هم دارن. شنیدن بهش میگن قیم درسته؟ به چه دردی میخوره؟ ما هم باید برای گلمون استفاده بکنیم؟ اگر آره برای چه گلهایی؟ بیاین که بهتون جواب این سوالا رو بدیم. آماده این؟ یه لایک به بزنین و بریم تو کارش. قیم یا این چوبایی که توی گلدونا میذارن و گیابش میچسبونن چیه؟ در زبان انگلیسی برای قیم گل از کلمه هایی مثل پول به معنای ستون، استیک به معنای ستون چوبی و ترلس به معنای داربست استفاده میشه. در زبان فارسی قیم به معنای سرپرست، حافظ، نگهبان و حامیه. قیم گل هم قراره همچین کاری بکنه یعنی از گیاه حمایت میکنه که شاخش آویزون نشه و بتونه به سمت بالا و به صورت ایستاده رشد بکنه آیا همه گیاهان به قیم نیاز دارن در جواب میشه گفت نه یه سری گیاهان هستن که اصلا به قیم احتیاج ندارن مثل سانسوریا زامیفولیا گیاهانی که ریزوم دارن گیاهانی مثل پرنده بهشتی برگ فیکوس فیکوسالاستیکا و گیاهانی که تنه محکم یا چوبی دارن قیم نمیخوان یه سری گیاهان هم هستن که نیاز به قیم دارن مثل پوتوس سینگونیوم اسکینداپسوس اسکاندنس ها و گیاهانی که رونده هستن و نمیتونن خودشون به صورت ایستاده رشد بکنن و نیاز به یک تکیگاهی دارن حالا چرا به قیم نیاز دارن مگه نمیشه به صورت آویز نگهشون داشت چرا اینقدر تاکید دارین که گیاهان به سمت بالا و به صورت ایستاده رشد بکنن میشه به صورت آویز هم نگهشون داشت نمونه وارزش پوتوسه که هم با قیم نگهداری میشه هم به صورت آویز اما استفاده کردن از قیم و حالت ایستاده رشد کردن گیاهان مزایایی داره که بدون شک در نهایت خیلی آمون دنبالش هستیم مثلا چی؟ اول از همه بهتون توضیح بدم که گیاهان رونده توی طبیعت روی زمین و زیر درختان قرار دارن که به مرور روی تنه درخت رشد میکنن و میرن بالا مثل پتوس هاوایی یا پاپیتال که به کوهنورد همیشه سبز هم معروفه حالا شاید درتون سوال باشه که چرا روی درخت رشد میکنن و بالا میرن به دو دلیل یکی اینکه تنه محکمی از خودشون ندارن که اونها رو به صورت ایستاده رشد بده و به سمت بالا ببره و دو اینکه بتونن به نور بیشتری برسن در واقع این ما هستیم که داریم خلاف طبیعتشون باشون رفتار میکنیم و اونها رو به صورت آویز نگه میداریم همیشه توی ویدیوها گفتیم که هر چقدر ما شرایط نگهداریمون رو شبیه زیستگاه گیاه بکنیم گیاهمون بهتر رشد میکنه پس هدف کلی استفاده کردن از قیم شبیه سازی شرایط زیستگاه و کمک کردن به رشد بهتر گیاهامون هستش اما اهداف یا مزایای جزی قیم برای گیاه با استفاده از قیم گیاهان فضای کمتری رو اشغال میکنن و دیگه اون ظاهر شلوغ و جنگلی طور رو ندارن و این میتونه ذهن آرومتری به شما بده و برای کسانی که خونه های کوچیکی دارن و میخوان گلهای بیشتری توش جا بدن یا کسانی که محیطهای مرتبتر رو ترجیح میدن بسیار کاربردی باشه اگر بعد از یه مدت که از گیاهتون نگهداری میکنید ریشه های خیلی بلندی میده مثل گیاه مانسترا و این اذیتتون میکنه با قیم دیگه همچین اتفاقی نمیافته شما میتونید تمام ریشه های هوایی رو داخل قیم مخفی بکنید هرچند روش های دیگه هم برای مواجهه با ریشه های هوایی وجود داره که قبلا توی این پست بهتون گفتیم از فواید دیگه قیم گل رطوبت رسانی و تغذیه ریشه های هوایی که مسلما باعث رشد بهتر شدن و شیاردار شدن برگ های گیاهامون میشه توی طبیعت این گیاهان رونده با استفاده از ریشه های هواییشون از رطوبت بارون و مواد عالی در حال پوسیدگی چیزایی که نیاز دارن رو میگیرن و ما هم با قیم در واقع همچین کاری انجام بدیم اگر از قیم استفاده کنید ریشه هوایی ها فعال و بزرگتر میشن و خیلی راحت میتونید از یکم پایین ترش کات کنید و قلمه های سرحال پهنبک و سریع و رشدی داشته باشید اینجوری ریسک تنش قلمه ها پایین تر میاد و شما در واقع قلم ها رو روی گیاه اصلی ریشه دار کردین وقتی شاخ و برگای زیادی توی هم پیچیده شده باشن و گلدون پرشاخه باشه هوا نمیتونه به خوبی بین برگا جریان پیدا بکنه و این میتونه عامل بروز بیماری های قارچی بشه که با قیم این مشکل به حداقل میرسه اگر این ویدیو رو دیده باشید حتما از اهمیت گردش هوای اصولی خبر دارین امیدوارم قانع شده باشید که استفاده کردن از قیم فواید زیادی برای گیاه داره حتی بیشتر از وقتی که همون گیاه رو به صورت آویز نگهداری میکنید بحث قیم همینجا تموم نمیشه توی ویدیوهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم پس کانال رو سابسکرایب کنید که برای دیدن قسمت های بعدی کانال رو گم نکنید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بهمون همون بگید که از الان به بعد شما گیاه رو با قیم دوست دارید یا بدون قیم